رساله دوم پتروس رسول دوم پتروس فصل اول. از طرف شمون پتروس، غلام و رسول عیسی مسیح، با آنانی که از رای عدالت خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح ایمان مانند ایمان ما یافتند، در حالی که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می شود، فیض و سلامتی شما نیز افزون گردد. قدرت خدا آنچی را که ما برای زندگی و خداپرستی ضرورت داریم به ما بخشیده است، تا ما بتوانیم کسی را که ما را خواسته است تا در جلال و عظمت شریک شویم بهتر بشناسیم. بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها برمن شده و در نتیجه اتفاقاتی که نتیجه تمایلات جسمانی از بگریزید و در طبیعت خدایی شریک و سهیم شوید. به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزکاری، پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فرا گیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پرثمر خواهید بود. ولی کسی که این صفات را نداشته باشد چنان کور و نزدیک بین می شود که فراموش می کند چگونه از گناهان گذشته خود پاک شده است. پس ای برادران، هرچی بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی و پادشاهی ابدی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح وارد شوید. به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم، اگرچه شما اینها را می دانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. ولی من تا زنده هستم سلام می دانم که با یاد آوری و تذکر شما را برانگیزانم. من می دانم که به زودی چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد این خیمه را ترک خواهم نمود. پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همه اوقات این مطالب را به یاد آورید. زیرا وقت ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم، از افسانه هایی که با مهارت ساخته شدند پیروی نکردیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوت او را دیده ایم. وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد ما در آنجا حاضر بودیم، و آن زمان که از جلال خداوندی صدای به او رسید که می گفت این است پسر عزیز من از او خوشنودم، ما آنجا بودیم. آره، ما وقت با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. این همه کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تایید می کند. پس شما باید با دقت بیشتر با آن توجه نمایید، زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جای تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند. اما بیش از همه چیز این را بیاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تاثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند.